با سلام به بینندگان عزیز، در انتهای اخبار امشب توجه شما را به قسمت اول بیانیه 32 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران صادره در 14 مرداد 1392 که اخیراً ترتیبات امضاگیری آن به پایان رسیده و توسط دبیرخانه شورای ملی مقاومت منتشر شده است جلب می‌کنیم. 22 تن از امضا کنندگان این بیانیه و بیانیه‌های 17 خرداد و 7 تیر 92 در شمار 59 تن شهدا و مفقودان قتل عام اشرف در روز 10 شهریور هستند. 17 تن از امضا کنندگان این بیانیه در قتل عام جنایتکارانه 10 شهریور در اشرف به شهادت رسیدند. 5 تن از امضا کنندگان در شمار گروگان‌ها هستند و از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست. زهره قائمی از همردیفان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران، زندانی سیاسی مقاوم در رژیم خمینی 5 سال، سابقه حرفه‌ای مبارزاتی در سازمان مجاهدین خلق ایران 35 سال، از مسئولان دفاتر رئیس جمهور برگزیده مقاومت 1372-1375، از اعضای شورای ملی مقاومت ایران. گیتی گیوچیان از اعضای ارشد شورای رهبری مجاهدین، فرمانده ضد اطلاعات ارتش آزادی بخش ملی ایران، سابقه حرفه‌ای مبارزاتی در سازمان مجاهدین خلق ایران 35 سال، از اعضای شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون امنیت و ضد تروریسم و کمیسیون تحقیقات دفاعی و استراتژیک. میترا باقرزاده از اعضای شورای رهبری مجاهدین و فرماندهان ارتش آزادی بخش ملی ایران، سابقه حرفه‌ای مبارزاتی در سازمان مجاهدین خلق ایران 36 سال، از مسئولان دفاتر رئیس جمهور برگزیده مقاومت 1372-1375، از اعضای شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون مطالعات سیاسی. جیلا طلو از اعضای شورای رهبری مجاهدین و فرماندهان ارتش آزادی بخش ملی ایران، سابقه حرفه‌ای مبارزاتی در سازمان مجاهدین خلق ایران 35 سال، از اعضای شورای ملی مقاومت ایران. احمد بوستانی از فرماندهان ارتش آزادی بخش ملی ایران، سابقه حرفه‌ای مبارزاتی در تشکیلات مجاهدین 41 سال، مهندس برق از دانشگاه صنعتی و اداره کل گمرکات ایران، سردبیر نشریه بازوی انقلاب در ابتدای انقلاب ضد سلطنتی، زندانی سیاسی در رژیم شاه، از اعضای شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون علوم و پژوهش. نبی سیف از فرماندهان ارتش آزادی بخش ملی ایران، زندانی سیاسی رژیم شاه 4 سال، سابقه حرفه‌ای مبارزاتی در تشکیلات مجاهدین 40 سال، از اعضای شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون مالی و تدارکات. مهندس مهدی فتح‌الله نژاد از فرماندهان ارتش آزادی بخش ملی ایران، سابقه حرفه‌ای مبارزاتی در تشکیلات مجاهدین 39 سال، نماینده و مشاور حقوقی اشرف،
از اعضای شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون علوم و پژوهش. محمد رضا وشاق احمد، از فرماندهان ارتش آزادی بخش ملی ایران، سابقه حرفه‌ای مبارزاتی در تشکیلات مجاهدین 38 سال، از مسئولان حفاظت رهبری و فرماندهان گارد قرارگاه ها، از اعضای شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون امنیت و ضد تروریسم. حمید باطبی، از مسئولان روابط خارجی مجاهدین و فرمانده واحد هوایی ارتش آزادی بخش، سابقه حرفه مبارزاتی در تشکیلات مجاهدین 38 سال، نماینده و مشاور حقوقی اشرف، از اعضای شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون صلح. علی اصغر قدیری، از فرماندهان ارتش آزادی بخش ملی ایران، افسر زرهی، سابقه حرفه‌ای مبارزاتی در تشکیلات مجاهدین 38 سال، از اعضای شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون مالی و تدارکات. علی فیضی شبگاهی، از فرماندهان ارتش آزادی بخش ملی ایران، سابقه حرفه‌ای مبارزاتی در تشکیلات مجاهدین 36 سال، دانشجوی سال آخر رشته جغرافیا، مربی ورزش در مدارس و دانشگاه‌های تهران و عضو تیم منتخب هندبال ایران، از اعضای شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون آموزش و پرورش و کمیسیون ورزش. مهندس بیژن میرزایی، از فرماندهان ارتش آزادی بخش ملی ایران، سابقه حرفه‌ای مبارزاتی در تشکیلات مجاهدین 36 سال، مهندس و کارشناس کامپیوتر از دانشگاه ماساچوست، از اعضای شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون علوم و پژوهش. ابوالقاسم رضوانی، از فرماندهان ارتش آزادی بخش ملی ایران، وکیل و قاضی دادگستری در ساری و وکیل مجاهدان اشرف، سابقه حرفه‌ای مبارزاتی در تشکیلات مجاهدین 36 سال، از اعضای شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون قضایی. قباد سعیدپور، از فرماندهان ارتش آزادی بخش ملی ایران، کارشناس و افسر مهندسی، سابقه حرفه‌ای مبارزاتی در تشکیلات مجاهدین 35 سال، از اعضای شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون تحقیقات دفاعی و استراتژیک. حسین مدنی، از مسئولان روابط خارجی شهر اشرف، سابقه حرفه‌ای مبارزاتی در تشکیلات مجاهدین 35 سال، مشاور حقوقی اشرف، دانشجوی سال آخر مهندسی الکترومکانیک در دانشگاه ایالتی ویرجینیا، از اعضای شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون خارجه. علیرضا خوشنویس، از فرماندهان ارتش آزادی بخش ملی ایران، افسر خلبان، سابقه حرفه‌ای مبارزاتی در تشکیلات مجاهدین 35 سال، از اعضای شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون تحقیقات دفاعی و استراتژیک. عبدالحلیم نارویی، فرزند قهرمان مردم بلوچستان، از مبارزان طائفه نارویی،
از فرماندهان ارتش آزادی بخش ملی ایران، سابقه حرفه‌ای مبارزاتی در تشکیلات مجاهدین 31 سال، از اعضای شورای ملی مقاومت ایران، کمیسیون امور داخل کشور. وجیهه کربلایی، محبوبه لشگری، فاطمه طهوری، صدیقه ابراهیم پور، محسن نیکنامی. بیانیه 32 سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران، قسمت اول، در انتهای اخبار امشب پخش می شود.